زندگی نو، درامه رادیویی بی بی سی. کریم عصبانی بود که سرور خان خریداران زمین را جواب داده و نگذاشته که آن را ببینند. رابعه گل باز هم شاپیره را مقصر دانسته اظهار نمود که گویا سرور خان به اثر تحریک و این کار را کرده است. حال از شاپیره میشنویم که چرا وارخطاست و به چه کسی زنگ میزند. بچاش دیک پخته میکنم. خیرت هست؟ چرا تو نفست میزنی و رنگت پریده؟ روشو بگو که چی گپ شده. کریم کاکا الو، خاک به سرم شد. کریم کاکای تا چی شده آقلا؟ روشو بگو. وارخطا نشو کریم کاکای، ما چیزو نشده. سرور خان قار بود به تو قصور میخوان که پرسا نکو. چرا؟ از بده چی سرور لالایم قار بود؟ کاش که پرسانش میکدی. کت کریم کاکایم گپ زده نمیشد. بخیالم که سرور خان خریدارای زمینش جواب داده، گفته که زمین سودایی نیست، از راه کامدی پس برو. از زمین خاطر قار بود. خدا خیر پیش بیاره. میفهمی تنها سر سرور خان قار نبود، سر تو هم قصور میخوان. ما چی کدیم که سر ما قصور میخوان؟ ما چیم به خدا، امونجا ببین برش میگفت که گپ فروختن زمینه شاپیره به بیادر خود گفته. باز کریم کاکایم سر توام قار شد، گفت پس بیای مق شاپیره هم به دستش میتم. ما که میبینم از این گپ زمین کلان جنجال ما بین کریم سر و لالایم جور خواد شد. شک نیست، چون که کریم کاکایم بسیار یک آدم کل خراب شق هست. راست میگی آقلا، سر زمین خودم سر نباشو میرکتم گرفته. حالا ما ایران ماندیم که کت کریم چی کنم؟ میترسم که دعوا و دنگلا نکنه. هر رقم که میکنی مقصد از رای خوبی و خوشی کتیش کار بگی، نشه که خدای ناکده تو را بزنه و کدام جای توگار شوه. اگه هر رقم که کرم کریم ده گفتم نکرد. ایران ماندیم که چی کنم؟ ما خوب بیخی پاک مگم کدیم. یک را داره، مجبور که بر گلاله ینگیم زنگ بزنم و از این گپ با خبرش کنم. دیگه چاره نیست. وی تلفون سبیل ماندیم در کجا ماندیم؟ در جیبم خونه است. وی دیگه او را خود در خانه در چارج کردن ماندیم. برو عقل از خیرت کدم او را سر تاق بیار. گلاله ینگید خود در این واده روز در کلینیک می باشه. در هر جایی که باشه فرق نمی کنه. مقصد خبرش کنم که مانه جنگ و دعوای کریم سرور لالایم شود. بگنی موبنشان کشت و خون خود شد. خیلی تو کس؟ ای نه می دیستی میرم و تلفون از خانه بخشت میارم. دکتر صاحب اجازه است؟ داخل بیا گلاله خوار. دکتر صاحب خیریت است؟ مرا چی کار داشتین که خواستین؟ خوب شد که آمدی. اولی را برم بگو که بر او مریضی که اکسیژن ضرورت داشت دادی یا نه؟ آه دکتر صاحب، آره شکر وضعیتش از پیش کده خوب است. خوب است. راستی امروز من یک چیزی را در کلینیک متوجه شدم، از این خاطر خودت خواستم که برات بگویم. خیر باشه، چی را متوجه شدی؟ همه که در این روزا در کلینیک چپاچپی است. مقصدتون را نفهمیدم دکتر صاحب، چی رقم خاموشیست؟ مقصد میست که سابق واری جمع جوش مریضان نیست، یک رقم آرامی است. در این روزا هیچ رقم مریض نمی آید. راست میگی با خدا، ما میران هستم که چرا در این روزا مریضا در کلینیک نمی آین. حتما ناجوری در قریجات و چار اطراف کلینیک کم شده که سونا دور نمیخورن. فکر نکنم که ایگه باشد، چرا که در این واده سال مریضی تنفسی مثل سینه و بغل زیاد می باشد. راست میگی دکتر صاحب، گپ خودتان به جای است. براستی هم هر سال در این واده یک مریض سینه و بغل زیاد می بود که این جای بر بستر کدن نمی ماند. خیلی مرض که کم نشده مریضا چطور گم است؟ من خواه ایران ساخته. هیچ نمیفهمم که دلیلش چی است. ارو مرو کدام دلیل خدا را، باید از که معلوم شود که چرا کلینیک بیمریض است. خوب که پس دکتر صاحب، هر چی زودتر این کار کنیم.
راستی گپ اول باید است که از ناظر پرسپال کنی، چرا که نوکری والدان دروازه مو است. ما که صبح کلینیک می آمدم، دان دروازه کلینیک سابق واری از مریض پر بود. مگم در داخل کلینیک که آمدم، پس شب پر نمی زد. اونه خودش است. ما چی قیره می پولیدم او؟ سمه اولا، او بچه سمه اولا، تو را میگم میشنوی؟ آه مجید بیادر، آه صدای تا شنیدم، یه نه خودم میایم پیشت. السلام علیکم، مانده نباشی مجید لالا. وعلیکم السلام، زنده باشی. در جوانی که تو رسی، حیران استم که در پیری چی خواد کدی او بچه؟ نفهمیدم مجید بیادر، در جوانی چی رقم شدیم؟ صحیح بگو که سودایی ساختیم. اینه نه، اینه میگه علامات پیریست که یاد فراموشی پیدا کدی. یه چیز را که میگی رو یادت میره. من هیچ چیزی یادم نمیره، هنوز مغزم بجای است. مچم که خودت چی را میگی؟ اینه ببینه که هیچ تن نمیدی، اما تخته و دستک که فرمایش داده بودی ما هم برد پیدا کدیم. در کنج دیوال اولی ما هم تو تیارسه استاد است. مگم درکت معلوم نشد که بیایی و ببریش؟ اینال برف بلان پودش میکنه و بچه. اگر راست پرسان کنی یادم نرفته، خوب فکر ما است. چی کنم که مفلسی خرابم کده. اگر نخته در دستم می بود، آجل می آمدم پشتش. عجب گپایی می زنی سمی اولا، فقط که از کنم جای دگاه آمده باشی. ما و تو خو در یک قریه و شناخته هستیم. نختهش مهم نیست، هر قاید که در دستت آمد باز می گیرم. زنده و سلامت باشی مجید بیادر. سعیس، خدا کنه که بی لبز نشم و زود پیسه را دستم بیایا که دینت ادا کنم. یا خیر باشه، خدا آقایت انصاف بته و غیبتش نشه. امو حساب همسایگی و هم قریگی را چندان بلد نیست. برای ما میگه که پشت سمی اولا نگرد، ما هیچ دخته و دستک کار نداریم. برو خیره، آقایم یک گب زده، انشالله که من خودم از یک را نه یک را پیسه را پیدا میکنم برات، بیغم باش. زور دمایی آف میشه والا، باش که هست یا نیست. اگه باشه خوب میشه. کی بود؟ صبر که این آمدم. از خواه کریم استم احمد، واکو دروازه را. اوهو کریم گدر، مانده نباشی، بسیار خوش آمدی. بیا بیا، چرا استاد هستی؟ بیشو که خانه بریم. احمد بیادر، از خانه رفتن تیر هستیم. ایره بگو که سرور خان کجاست. اگه در خانه هست یک را تمنج صداش که کارش دارم. حالا تو خو بیگانه نیستی که سرور لالای من اینجا میطلبی. دیگه یکی او حالا در خانه نیست، رفته بازار ولسوالی. هی هی، کاش که در خانه می بود که ما کتی شکسو نمیکدم. حالا چی گپ است؟ چطور که سر لالایم قار هستی؟ خیریت خوب باشه؟ گامش که هندی وال، این کاری که سرور کده از خیر و خیرت تیر است. ما چیم که سرش هم مار خورده، یا ای که خوشش میاد که در زندگی مردم مداخله کنه. در کدام کار زندگی شخصی تان مداخله کده که قدلت گفت کده سرش؟ ما زمین ما مفروشم، امیره به سرور خان چی غرض که خودم انگس اردوغ میسازه و سنگ اندازی میکنه. او روز ما خو نبودیم، اما نفرایی که برای خریدن زمین آمده بودن ای کده گفته که زمین نمفروشه. تو قار نشو، ایره بو چی ضرورت داری؟ چرا زمین سودا میکنی؟ کریم بیادر، زمین خود طلا است. طلا دستم تنگ است او بیادر، طلا را مانده که الماس و زمرد هم باشه میفروشمش. چرا که میگن مال نیک روز بعد، باز به کسی دیگه چی غرض؟ یارا ما از اندیوالی و رواداری میگمد که از امی کار تیر شو. اگه دفتنی نام فروش بگیری به نیم بای سودا میشه. مگم پس آنهای زمین به دردت میخوره. ای که مفلس هستی از یکان جای دگه پای سر درک کو. بارو احمد بیادر، سال گرم آمده که تو مرا عقل یان میتی و نصیحت میکنی، تیر کلم برتا. ای نبی بی که دهی زمانه دلسوزی به درد نمیخوره. من میگم تو آوانی نشی. ایواز امی دلسوزی اصون ما گوش سرور واکو که در کارم غرض نگیره، اگر نه عاقبتش خوب نیست.
نو، زندگی نو. درامه رادیویی BBC. سمیولا پول نداشت تا تخته ها و دستک آماده شده را از خانه مجید انتقال دهد. مجید اطمینان داد که برای پرداخت پول به او موقع می دهد که هر زمان پیدا نمود قرض را پرداخت نماید. در این قسمت از دختر مجید می نمشتمیم که چه حادثه بالای او رخ داده و چرا می گیرید. اومینه قخیزه که جستک نزن که یک کرد پاید در تختا بند نشه و گار نشی. برو بیغم باش موجی، ما و شما از این احتیاط میکنم. آخ آخ الله بگم شد مینه نکن تو کشتا بگی کلکم در قاتی تختا بند مانده بیخی او گار شدم. آخ آخ الله او تو در داره که توبه بیشتر که گفتون گفت در گوشت نگریفتی گفتی او شما حسینه دیدی حال سعی سمی من ملامت حال عوض و ملامتی بگیرم شوخم و بپاک از درد میبرم زور گپایی میزنی مینه ما شکتا بند ما دکتر ما چی کارا که کلکت را جور کنم خیلی چی کنم لالا موجی با تو خوب بازاب میشم این انسای که کلکت من دست درد کبود گشته روشو خانه برو که ببون چاریشه کنه یکان ملم بزنه بستیش کنه اگه نه درد زیاد میشه و از یام که در گریان آیتا میکشه حالا رفتن خو میرم مگه منال ببویم سرم قار میشه دیخی درد اومد و چند خواد ساخت خواد گفت چرا شوخی کدی او گپا نیست تو از دلت نگو ببویم بیچاره دایم تا حق ما دلسوز بوده حالا میت چیز نمیگه تال و طول نتی خیر است لالا موچی بیا تو هم کچم برو ایوه چیز گفت باز پیشتی مکو تو هم چقدر ترسوستی مینه ما گفتمت که ببویم چیزی نمیگه بگو ناغلطی دوزم در قاد تختا بند ماند اینا میرم آخ باش که یک چاره شو درد کلک مکم کنه امیال یک رقم درد داره که این دلم کتی زوف میکنه برو بسیار گب نزن مردم گوله میخوره چرت نمیزند تو با یک بند ماندن کلکت اقنا طاقتی داری خدا مهربان است انشاءالله جور تیار میشی او صدقه کرچس قیچی و گردش ماشینت شوم خلیفه رایم دا یک ذره دست شور بتیانی که رو سر و کلیمه جور کنی چرا که عجله دارم خلیفه بلای تا بگیره ناصر دلت هست که دمی دو قیچی دیم نیم کله لایت بتم ای تو خو نمیشه او سلکوه او صدقه او سلم او سلی چوه سالو سلمانی گری کدی دستت رو هست دیگه چطور نمیشه اگه دل بزرزاری میشه چرا نشه خلیفه بلای تا بگیره امی کسی که از سر پای خود خبر نباشه در یک سال سر خود جور نکنه در یک دقیقه میشه که آدم دست شور باته و مویش اصلاح کنه وی نزد صدقه اصلاحی سر و چرب کردن ترکیدگی های پای شما از این بار ما یکش سر ما جور میکنم و در کالا پوشیدنم گوش ما میگیرم ها چی میگی او خلیفه بلای تا بگیرم از چی در اکی قصد کدی فکر در کلید گشته او صدقه کلید چوچه و بیمغز چه بابی قصاب ولسوالی میگفت بی لب دف زده نمیشه عالمم رای کمایی را پیدا کردیم ایش خواهید بی پیسه نمیشم خلیفه بلای تا بگیره خدا کنه که گپای توایی نباشه و خیال پلو نزنی او صدقی خیال پلو و قرمه چلو چوه بی غم باش ما که یه گپ میزنم و زمواری میگم منی اوه خلیفه بلای تا بگیره ای بالا پوشت بسیار بوی میته از دسته که چرکه از بیخی دلی آدم بد میکنه
او سپرتش دیگه نپوشش هر جایی که بری مردم بازوب میکنی او نوزر سمان سمان صدقی بازوب شدن چوا دیگه ای گبه به زبانت نیاری که ناشکری میشنی باز ما آدم ناشکر نیستم خلیفه بلایت بگیره سر یک بالا پوشی کنه سر اندیوال قدیمی دیگه خوشگیب نکو دیگه ایش چی رقم گپ هست؟ اینه معلوم میشه که ای بالا پوش از پوشیدن نیست بویش آدم دیوانه میکنه او سپرتش او صدقی دیوانگی چوا؟ تو بیازو دیوانه استی؟ رو دگب نمیرسی ای بالا پوش از او بالا پوشا نیست که تو سرش لغاز بخانی ای چی رقم از خلیفه بلایت بگیره تو همی کمالاتش بگو انه که آدم بفهمه و گفته خود سرش لغاز نخونه یکی خو میراث خدا بیامرز جوار خان است دیگه ای که بالا پوش نگو ماشین لود بگو وی مرا خو باورم نمیایه خلیفه بلایت بگیره کدام ماشین لود اوایی گب نزن البته در خیالت میانازه اینه صدقه خیال و خیال بافی چوا اینی لوتاره که کتش گندش کلال میشه بیبی باز باورت میای یا نی مجید آمدی بخیر مانده نباشی زنده باشی شازیه اوه ایمینه چرا بی وقت و بی واده سرمانده خو کده پرسانا میکنی که چرا از دست خودت خو کده از دست ما؟ اوش ده سر تست یعنی اوزن ما چی کده آه خوب سعی اوش ده سرم است کنجولی رو ببی که از چوب دستک پر کدی یارا عجب گپایی میزنی ما از دی گپ میزنم و تو از درختا خو کدن مینه رو به چوب و چخت کنجولی چی ها؟ مینه و مجیب تمام روز دمون جخت هستن ساتیری میکنن مینه دستش دلای چوب گیر کرد و اوگار شد خب زیاد اوگار شده تو باش که ما ببینم نکو غرضش نگی بان که نو دستش آرام شده او قوگار نشده خو کفت زیاد کرده لطش خو نمی کنم که قوار خطا شدی دستش رو میبینم که در چی حالت است وی خیر است باز بیدار که شد بیبی گریه کده بیخی مانده شد دگه در دل شیمه و حوصله نمانده کدام ذره واسلین چربش کردی یا اما تو علاش کردی که خواب کنه دشمنش خو نیستم که اما تو علاش کنم هم سر دستش ملم موندم هم کت تکی پاک بستهش کردم خو خیر ببینی که غمش خوردی بگوشان که دگه در اونجا ساتری نکنن جای خو قات نیست آل گناهش تو کاخو نیست و هر جایی که دلشان شد بازی میکنن ای چوب دستک از هر کس کس بگو که بیایه ببره چوب دستک از سمیولاس مگم کجاست کاله بیایه و تسلیم شوه اگم اون مال خدا میبرد مینگک دست شوگار نمیشد خو برش اول بده که بیایه ببره تا کی در کنج قلای ما کوت افتاده باشه اول دادم امروز هم دیدمش گفتم خیر است که پیسه نداری ببر باز هر وقت که قرض ما پیدا کردی باز بده عجب آدم های بیغم باشه در غم مال خود نیستن نشد دیگه ما باید است که برش زنگ بزنم که سبا حتما کنج قلا رو خالی کنه اگر با سر دگه کس خواد فروختمش گلاله ینگه کتاب میخوندی؟ آه احمد بیادر بیکار بودم گفتم یک چند دقیقه کتاب بخونم کدام کارم داشتی؟ دانه دروازه استاد نشو بیا داخل اتاق بخشش باشه مزاحم کتاب خواندنت شدم یک گپ مهم است که حتما باید برات بگویم خیریت خواهست تو بگو که چی گپ شده؟ ما چون پیشتر صدای ترقه از دروازه را شنیدی یا نه؟ آه شنیدم وقتی دیدم خودت رفتی و دروازه را واز کدی پشتش نگشتم دیگه کی بود؟ کریم آمده بود بسیار زیاد قار و غضب بود یک رنگ لالای ما اختار میداد وی راست میگی؟ نگفت که بر چی قار است و سر بر اختار میته میگه لالای در کارای ما مداخله میکنه زمین مفروختم خریدارا را اثر زمین ای کده و اینه میرقم گپا میزد خدا کریم انصاف بده آخر خود در پشت خانام رساند خوب شد که لالای در خانه نبود اگر نه جنگ و جنجال و کلان بینشان در میگرفت حال چی خواد شد من چون که چی رقم دم کریم بگیرم شاپیره بیچاره پیش از پیش مرا از این گپ خبر کرد والله ما هم نمیفهم
ماچم که چی رقم زمین است که کریم در فروختن شق کده و لالای مام خوش نیست؟ زمین خو از کریم نیست، لالای دق داره که نمیمانه بفروشش. چی؟ از کریم که نیست، خی از کی است ینگه؟ از خوارت شاپیره است که برش میراث رسیده بود. خو خی گب روده است، شاپیره به فروش زمین راضی است یا نه؟ نه، شاپیره به فروش زمین راضی نیست، مگم کریم سرزوری میکنه. که شاپیره راضی نیست، کریم چی حق داره که زمین از او را بفروشه؟ لالایم خوب کده که خریدارا را از اونجا جواب داده. گپ تو به جای است احمد، من خودم چند دفعه که کریم گپ زدم کی کار نکو، مگم هیچ پرداخت نکد. یارا کریم بسیار یک آدم ظالم است، اما که نمیگه کمی زمین برای آینده شاپیره یا اولادش به درد میخوره، چرا ناق بفروشم؟ راست میگی، حال ما ایران ماندیم که چطور جلو جنگ و جدل سرور و کریم بگیرم که گپشان به خوبی حل شوه. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی احمد گلاله خانم برادر خود را از آمدن کریم به خانهشان آگاه نمود و اضافه کرد که کریم بالای سرورخان عصبانی بود و او را ملامت می کرد که چرا خریداران زمین را جواب داده است. گلاله پریشان شد که مبادا کریم با سرورخان درگیر شود. از سوی دیگر کریم با سرورخان روبرو می شود. بیایید بشنویم که چه رخ می دهد. آنه سرور، یک رقم کاکا کاکا سرور سوار سو چکر می زنه که فقط بگویی که حاکم باشه یا کدام رسوال. سرور، او سرور، صبر کن، تو کجا روان هستی؟ این استاد است. بیا خیریت است. خیریت است. تو اول اثر از تا شو که اگه به مهم ضروری دارم کتی همبوره میگم. این بگو گپتا که میکه وقت زیاد ندارم. ما چی کنمت که وقت داری یا نداری؟ باش خوب سر تخلاص کنم که از این باد منگه سردو خدا نسازی. هیچ رقم گپای شنگدار میزنی. اصل مطلب تا بگو که ما بفهمم. از این رقم کتره و کیانه تیر شو. اینه میگم که تو را با مال ملک مردم دیگه چی غره است؟ نه مالک قریه است، نه وقدار و اختیاردار کسی دیگه. اینه باز در مغول گب زدی. من در ملک تو چی غره است گرفتم که قطع و بالا گب میزنی؟ اونه ملک ما و شاپیره چی فرق داره که خریدارا را از سر زمین ما هی کدی و نماندی که گز و پل کنن و علم خود بیارن برای خریدنش. خوب گوشای تواکو کریم، ما چیم چی خوردی که هضم کردن میتونی؟ زمین ملکت تو نیست، وقت شاپیره است که از بابیش میراث رسیده برش. عجب گپای میزنی، شاپیره الداری ما، حال ما وقدار اختیاردارش هستم نه تو. از این گپ کس انکار نمیکنه سعیست که شاپیره ایالت است، مگم ده حق و حقوقش تا که رضایت نداشته باشه دزدرازی کرده نمیتونی. تو که تدی گپای در زندگی شخصی ما مداخله میکنی سرور، یک ذره حدت بشناش، اگر نی خوب نمیشه بره. تو که کلید کار نمیکنه. این ما واضح میگمت که زمین در شف ما است تا که اجازه ما نباشه یک بلس شان فروخته نمیتونی. دیگه با عالیت نمیفهمی. باش که نال ما سبق تمیدم یعنی که تدی کارای بانگیری میکنی که ما زمین نفرشم. تو دای خانه ما دست مندازی خی باش. سمال سمال او خلیفه مالای تو نمیگیره. اینا بودین یه خانه یکی دیگه تانه کار خوب نیست. تو غرض نگی خلیفه را امداد که ما سبقی نمکرام بتم آدمیت خو نفهمید. سیده کریم نکو سرور خان بگونه دیست گیسو ایلای کنه امداد نمیمانمش ولاغ از پیشم خطا بخوره. اینه او کریم خلیفه بلای تا بگیره، از جنگ و جدل چیز جور نمیشه، بارامی جنجالتان حل کنه. شرم است اردویتان از خود هستین. نکو بادش را امداد دستش خلاص،
اگه زمین از پیشم فروخ من نامو ما میگردانم. سامی اولا کجا روان هستی او بچه؟ عمق گپ نمیزنی که اینجا میرم یا اونجا کادم بفهمه و پریشان نشه. جای دور نمیرم بوبو، اگه نمیگفتمت این تا خانه همسایه میرم که کراچی پیدا کنم. در این خانه کراچی رو چی کار داری؟ البته ساتت تیر نمیشه؟ نه بوبو، کراچی رو بر ساتری نمیگیرم، دیگه کار دارم که ضرور است. مچم که کراچی خود ما کجاست، بخیالم تیر نداره. از خود ما خو بسیار وقتا میشه که در کنج تاویل خانه افتیده و کسی کار نمیگیره ازش. خو نگفتی که کراچی رو چی میکنی؟ اون تخته و دستکه که مجید در قلعه خود آورده همواره در کراچی بار کده میارم که بسیار دیر مانده. خو بخیالم که قصد پوشاندن با ما داری. بخیر اگر نه تخته و دستکه چی کار داری؟ بیخی صحیح فامیدی بوبو، سر از او که آقایم بسیار سنگ اندازی کرد که سمیولا پیسه نداره، مگر من مجید قناعت دادم که براستی دم حاضر پیسه ندارم. باز بیچاره گفت برو پروا نداره، هر قاید که دست آمد باز بته. علامه میگم خدا خیرت بته سمیولا، بسیار پریشان بودم که چطور میشه این دلسوزی و زامت خودت چاره از این کار کرد. بیرم باش بوبو، سر از او که زمستان است، مگر من تلاش میکنم که دیکی دو روز هفتوی همی پوشاندن بام خلاص کنم بخیر. خدا کنه که بزودی همی کار خلاص شوه که دل ما جمع شوه. میشه انشالله. دیدی که آقایم بیخی پای بند کرده بود، نمیمون که بام پوشانده شوه، مگر ما هم دو چندش محکم شدم، اگر نه به هیچ رقم راضی نمیشد. جان جان قند پدر نکو جان پدر بیریان قرار باش بگم یه نه آقای دوددار شده اینال پیسه میتومه تو دوکان غفار میرمه. نکو گیریان نکو جان پدر، از پوکانه و پاپل و دیمیان گرفته تا ساجه که هر چی که دلت میشه بخر. کند پدر عبدالقادر جان این باشت که چشت اینجا نیست، این بالا پوش من در کجا ماندی؟ میت مالو نمیشی؟ نیست نیست این جای نیست. ماجبین او ماجبین تو را میگم نی که در گوشای پختماندی که جواب نمیتی. ها چی میگی ناظر که تو بر خطا و علپتا صدا داری؟ این آمدم وی که من میگم صدقی علپتا گیت شو و تال و طول نتی رو شو یا اینجا. امر کو ناظر خیرت هست؟ چرا یک رقم سرگردان اوش پرک هستی؟ فقط چیزی را گم کده باشی؟ صدقی اوش پرک چو مو موی خوش جبیل ای بالا پوش من ندیدی؟ دلم از که عبدالقادر پیسه بتو، مگم هرچی که می پالم نیست که پیدا شوه. گفتم باش که از خودت پرسان کنم. هیچ خود سرگردان نکو ناظر، بی از او من نمیمانم که تو عبدالقادر را در پیسه و ککه و لیلی را مخته کنی. او صدقه ککه و لیلی و مجنون و لیلی چواب چرا نمیمانی؟ من از خاطر عبدالقادر زامت میکشم و پیسه پیدا میکنم که خوب بخوره و خوب ببوشه که زود کلان شوانی. این گپت خسائیس ناظر، مگم من خوش ندارم که بچیم در پیسه گرفتن عادت کنه و بازار خور شوه. چرا که تربیهش خراب میشه؟ او صدقه تربیه چاو آله دیگه تو مرا تربیه یاد نتی. روشو بگو که بالا پوش در کجا؟ اگه نی پالیده پالیده کل خانه را به دیگه روی خواد کدام. هیچ خود الالان سرگردان نساز ناظر، بالا پوشت از دست که بوی بد میداد ما موسو انداختمش. او صدقه بالا پوشم شواب تو خمرا تباه و برباد کدی. حال چی خاک در سرم باد کنم؟ روشو روشو بگو که در کجا انداختی؟ چرا که در جیبایش پیسای بود؟ راست میگی؟ از دست که بالا پوشت بوی بد میداد هیچ از دستم نشد که جیبایش با پالم،
که تو پیسه مایسه اوسو گزلکش کدم. صدقه پیسایم شوام. او بوی بد انگ و دوای یونانی بود که در جیباش مانده بودم. خیر پریشان نشو، مزاق کدم کتت. بالا پوشت اوسو ننداختیم، در کوشکن در میخوابی زان کدیم. برو بگی که حال خدا نکده سکته نکنی و در غمت نمانم. وی خیریت خواهست سرور، چی ریخته چی پاشیده که تو قارستی؟ با مجارده که در خانه در آمدی در موزه که تلغت زدی. بابی آدم خو قار میشه، از دست کارای کریم اصحابم خراب است. بیخی مارد از زندگی آرام نمیمونه، یا نستم که چی کنم کتش. باز کریم چی کده که تو رایت و جگر خون و نارام ساخته سرور؟ دیگه چی کنه؟ در سر زمین ها قدم میزنم که یک کرد مثل جنواری پیدا شد و بیکالی در خانم دست انداخت. نزدیک بود که اونجا جنگ ما بخیزه، مگم باز هم از روی تو چیزی نگفتمش. کریم کار خوب نکده سرور، خیر از آرام باش. خود از خاطر کریم جگرخون نساز، چرا کو بسیار یک آدم کل خراب است، لیاز و پاس نداره. ما دگهش نمیفهمم. کریم بفهمون که از سودا کردن زمین شاپیره دستوردار شود، اگر نی عاقبتش خوب نخواهد بود. حالا چقدر بگویم، این چند دفعه است که در بغل گوش کریم پف میکنم و میگم کی کار نکو، چرا که به فایده تو نیست، سبا روز پشیمان میشی. مگم گپ مرا نادیده میگیره؟ وقتی که گپ تو را نمیگیره، ما مزور کار میگیرم که خود به خود از کارهای کدگیش پشیمان شود، دیگه چاره نیست. اوش کده باشی که کار نکنی سرور، خدای ناکده ما بینتان کدام جنجال دیگه پیدا نشه. باز او وقت چی خاک در سرم کنم؟ خی چی کنم؟ کریم خمار بیوده واری هیچ چی سرش تاثیر نمیکنه، نه در گپ میفهمه و نه در سخن. مجبور استم که از رای بدی کتش پیش برم. خیر سرور، این کار نکو. تو خو میفهمی که کریم یک آدم عصبی و شق است. اگه از ما میشنوی کتش از نرمی کار بگی، خداست که بگپ شوه. نمیشه گلاله، ما کتش بسیار نرم رفت و مگم نفهمید. اعتبارش سبق بتم تا که زنده است نام فروختن زمین در دان نبیاره. اینه سرور، از خر شیطان تاشو، یک کم خویت بخو. نمیشه، بسیار حوصله کردم مگم کریم نفهمید. او خودش مرا مجبور ساخته که از راه زور کتش پیش برم. کتی کارت شاپیره یا در به در میسازی، کریم قصد کار تو را از او خود گرفت. چرت نزن، اگه دیدم که کریم سر شاپیره ظلم میکنه خانه خودم میارمش و تا که زنده سم نگاش میکنم.